پردیس ثابتی متخصص ژنتیک و ویروس شناسی از جمله دانشمندانی است که در صف اول مبارزه با ویروس کرونا است. خانم ثابتی کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن برای تشخیص سریع کرونا طراحی کرده و همزمان تلاش می‌کند که جهان را برای واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های احتمالی در آینده آماده کند. او همچنین یکی از دانشمندانی است که با به خطر انداختن جانش موفق به شناخت ساختار ژنی و منشأ ویروس کشنده ابولا شد. شیدا هوشمندی با خانم ثابتی درباره یافته‌ها و تلاش‌هایش برای علم ژنتیک و ویروس شناسی گفتگو کرده. کتاب‌های تاریخ علم پر است از نام مردان دانشمند: نیوتن، انیشتین، داروین، هوکینگ و برنرزلی. و این فهرست ادامه دارد. از دانشمندان زن اما در تاریخ علم کمتر می‌شنویم. سال 2020 است و هنوز این تصویر بیشتر لابراتوارهای رشته‌های علمی و مهندسی در دانشگاه است. تصویری که نشانگر حضور کمرنگ زنان در این عرصه است. از کل پژوهشگران حوزه STEM یا همون رشته‌های علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی کمتر از 30% زن هستند. همین نسبت در دانشجویان رشته‌های مانند مهندسی و ریاضی دیده می‌شود. زنان فعال در این حوزه‌ها کمتر از پژوهشگران مرد مقاله تحقیقی منتشر می‌کنند و کمتر هم حقوق می‌گیرند. این شرایط اما زنان دانشمندی مانند پردیس ثابتی را مایوس نکرده. استاد ایرانی دانشگاه هاروارد و از نامدارترین متخصصان ژنتیک و ویروس شناسی در جهان، خانم ثابتی معتقد است که زنان باید قدرتمند شوند تا بتوانند به زنان دیگر کمک کنند. One of my students at the time now a very successful entrepreneur Reedy Terrial said to me when I was having one of my worst moments where it was just awful and I was like, why would I come in for this torture on a daily basis? And she said, for me, for everybody else, if you leave, like, what does that say to us? And so I hate to break it to you, but it's not about you. It's about, you know, everybody that comes behind you. And that stuck with me. خانم ثابتی یک سال است که با آغاز همه‌گیری کووید 19 16 تا 18 ساعت در روز کار می‌کند تا روش جدید و سریع‌تری برای تشخیص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا پیدا کند. لابراتوار ثابتی در هاروارد با همکاری دانشگاه MIT یک کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن طراحی کرده. از طریق این کیت میتوان هزاران آزمایش را به صورت خودکار انجام داد و نتیجه هر آزمایش را همان روز مشخص کرد. تیم خانم ثابتی همزمان تلاش میکند که جهان را برای همه‌گیری های جدید ویروسی آماده کند. داریم دیاگنوستیک درست میکنیم که ویروس ها پیدا بکنیم. داریم با ماتماتیک کار میکنیم. خیلی از این الان این اپ ها که همه حرف میزنن، اپ 6 سال پیش شروع کردیم درست کردن این اپ که یه چیزی که نمیدونم دیگه تو فارسی میگن ماشین لرنینگ یا آرتفیشل اینتلیجنس. تو لب ما خیلی این کارا میکنیم که استفاده کنیم خیلی تکنولوژی ماتماتیک با کامپیوتر که بتونیم کمک کنیم که تندتر هم پیدا کنیم که چیه آدم دارن یا آدم مریض چی دارن، بعدن به همه هم بگن. تشخیص سریع و هشدار به موقع درباره همه‌گیری جان میلیون ها نفر را نجات می‌دهد. کاری که پردیس ثابتی چند سال پیش اینجا در غرب افریقا انجام داد، گوشه ای از جهان که ویروس ابولا بی صدا مرگ را تکثیر می‌کرد. تو 2012 یه پیپرم پابلش کردم با لب من که گفتیم که این ویروس ها هستن، ما فقط جوری نداریم که پیداش بکنیم. ما رفتیم تو هم نایجیریا، تو سیرالیون شروع کردیم کار کردن، تو اباد سنگال کار کردیم که این لبا کمک کنیم که بهتر میتونن چیزا پیدا کنن. تو 2014 هست ایبولا آمد، این لبا که با ماشون کار میکنیم هم تو نایجیریا هم تو سیرالیون اولین کیس تو کشور پیدا کردن. همه اول فکر کردن ویروس هی از حیوانا دارن میان. این داشتیم نگاه میکردیم، خیلی نشون داد که نه، این ویروس تو آدما هست الان، از آدم به آدم دارن میرن، بعد عوض کنی چطوری داری میری. بعد نشون دادیم که این ویروس دو ست میوتیشن داشته بود. این به دنیا دیتا بود که به دنیا نشون داد که این ویروس داره عوض میشه و تند و
بعد تون کار بکنیم. پردیس ثابتی در مسیر مبارزه با ویروس ابولا بعضی از دوستان و همکارانش را از دست داد، موضوعی که انگیزه نوشتن این آهنگ شد. پردیس ثابتی در این قطعه میگوید که همه ما در این مبارزه با هم هستیم. یکی از تلاش‌های اخیر پردیس ثابتی آماده کردن نظام آموزشی و کودکان برای پاندمی‌های بعد از کرونا است. او از آموزش در اینجا، مدرسه کوچک در ایالت فلوریدا آغاز کرده. قدمی که به گفته او هرقدر کوچک کمک می‌کند تا جان‌های کمتری در همه‌گیری‌های بعدی از دست برود. پردیس ثابتی امیدوار است که با تلاش‌های علمی‌اش بتواند به ایران، زادگاهش هم کمک کند. وطنی که به اجبار از آن دور شده، چون پدرش قبل از انقلاب از مقام‌های ارشد حکومتی بود. تو تهران به دنیا آمدم، بعدن سر 2 سال آمدم آمریکا. من ایرانی هستم و من خیلی کشور خودم دوست دارم، میخوام کمک کنم. تو لب خودم ایرانی خیلی زیاد دارم، بعدن میخوام آدمه که تو لب من میرم اونم میخوام انسان کنم که برن آدم دیگه کمک کنم. انسان هستن، بعدن کمکشون کنم که بگم چطوری میتونی تو آمریکا، میگن paid forward، تو یه چیزی خوب بکنی واسه یه آدم که میتونی خوب بکنه واسه آدم دیگه، اینطوری میکنی. او بی سر و صدا کارهای انجام میدهد که جهان را دگرگون میکند. نمونه زنی دانشمند در دورانی است که هنوز فرصتهای برابر برای زنان و مردان در علم و فناوری مهیا نیست، اما او به ارزشهای خود وفادار است. من مثل نیستم که میگم مردی یا زنی است، من آدم انسان دوست دارم. به بچه جوونم میگم نه، دنبال نکن که من چیز باید خیلی بزرگ بکنم، برو یه آدم کمک کنی، بعد میبینی کجا میره، خیلی جالب تر میره. شیدا هوشمندی، بی بی سی. تعداد زنان تاثیرگذار به مراتب بیشتر از 100 نفره، اما بی بی سی هر سال سعی میکنه 100 زن تاثیرگذار سال رو انتخاب بکنه. انتخاب سختیه. از جمله اونها امسال سمیه فاروقی از افغانستان، کاپیتان تیم رباتیک افغانستانه که مهمون ما هستند، خانم فاروقی، و همچنین مریم زیایی مدیر شرکت آیسونو از سان فرانسیسکو که جزء فهرست 100 نفر نیستن ولی از جمله هزاران زن تاثیرگذار در سراسر جهان محسوب میشن. خوش آمدید به برنامه خانم ها. خانم فاروق، ابتدا از شما شروع بکنم، تبریک میگم که جزء 100 زن برتر امسال انتخاب شدید. ابتدا از یک کمی از خودتون به ما بگید، از کاری که میکنید، تیم رباتیک افغانستان دقیقاً چی کار میکنه؟ خب سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. سمیه فاروقی هستم، کاپیتان تیم رباتیک افغانستان. خب تیم روباتیک یا میتونیم در کل بگیم افغان دیمرز، یک تیم باشه که حدود 50 دخترم که در او کار میکنن. ما در بخش های مختلفی، در بخش گیم، در بخش روباتیک، لایت آرت کار میکنیم که مؤسس ما هم دفتر دی سی اف خانم رویا محبوب میباشن که همه ساله شاگردان زیادی از مکاتب دولتی در بخش های مختلف اقتصاد، روباتیک، گیم سازی تعلیم میبینن. خانم زیایی خیلی خوش آمدید به برنامه. شما دکترا در برق الکترونیک دارید و دستگاهی تونستید اختراع بکنید که به کمک بسیاری از زنان میاد. بیشتر بر ما توضیح بدید. من خیلی ممنونم که توضیح دادید. برنامه من که مهندسی برق هست، ولی 4 سال پیش ما یه تیم شرکت آرتانوها رو تأسیس کردیم که بتونیم بهبود در دسترسی و کیفیت برای تشخیص و پیگیری سرطان سینه داشته باشیم. اولین سیستم ما اسمش آتوسا هست و سیستم آتوسا یک آتوساند یا سونوگرافی بلده هست که به کمک هوش مصنوعی کمک میکنه که سرطان زیر سینه رو در مراحل اول تشخیص بدیم هم. خانم فاروقی، به عنوان یک دختری که در افغانستان داشت بزرگ می‌شد، اصلا چه شد که شما جذب تیم روباتیک شدید؟ واکنش خانواده و جامعه چه بود به انتخاب شما؟ خب اولین باری که من وارد تیم روباتیک شدم در سال 2017 بود
که از امتحانی که از بین 150 نفر گرفته شد 20 نفر و بعد 6 نفر انتخاب شدن نظر به شایعه رایتی که معلومات بیشتر درسی روباتیک، انگلیسی، برق و اجازه فامیل داشتن. خب طبعا هر وقت که کسی مخصوصا دخترها در جامعه مانند افغانستان به جای میرسن حمایت فامیل از اونا یه. خب فامیل من بسیار حمایت کردن که من تونستم به اینجا برسم و همچنین ما بر علاوه حمایت فامیل حمایت کشور خود و هموطنان خود رو هم نیاز داشتیم. تا اینکه در اول درسته کمی نگاه ها و کامنت ها منفی بود به تیم ما به خاطر که اولین بار بود یک تیم دخترانه ای او هم در بخش تکنولوژی و استیم که کاملا در افغانستان جدید بود کار میکردن، ولی خب با دستاوردهایی که ما داشتیم امروز خیلی بهتر شده و خیلی مردم ما رو حمایت میکنن. خانم زیایی، اساساً چه شد که شما مسیر برق الکترونیک رو انتخاب کردید؟ چه رشته‌ای که برای بسیاری رشته زنانه‌ای نباشه؟ باستش من که خانواده این رو که مهندس بودم و پدرم خودش رو شرکت پزشکی داشتم و هیچ وقت به این فکر کردم که با من یه زن میتونم درم رشته مهندسی و مهندسی خیلی رشته پسرانه. از اتا وقتی که نقدم من هستم که ده سالی که بعد من بیتم هم دانشگاه دیدم که خب تعداد زنان خیلی کمه در این رشته، ولی خب با کمک و ساپورت پدرمادرم من همچه تشویقم میکردم و همچه دوست داشتم برم در زمینه پزشکی و دستگاه پزشکی کار بکنم و خب خوشحالم که الان این شانس رو پیدا کردم که با بکگراندم و بتونم اونو استفاده کنم. خانم فاروقی، شما مثل این که دستگاهی تونستید درست بکنید که به دوران کرونا هم به کار میاد و کمک کرده، راجع به این دستاوردتون به ما بگید. خب در دوران کرونا چون عدم دستگاه های ونتیلیتور باید میشد که مردم جان خود را از دست بدن، ما به خاطر ویروس کرونا ما تصمیم گرفتیم که دستگاه بدیل ونتیلیتور بسازیم که کار میکانیکی کردن خود انبوبکر انجام بده و خوشبختانه این کار این دستگاه ما کاملا تمام شده. ما تمام درخواست هایی که دکترها از ما داشتن ما تونستیم که در این دستگاه خود پیاده کنیم و دستگاه های مشابه این دستگاه هم تونستن تاییدیه FDA آمریکا رو بگیرن به شرط 4 گزینه که خودی رو تعیین کرده. یکی که به صورت کوتاه مدت این دستگاه ها استفاده بشه، تحت نظر یک دکتر استفاده بشه، همیشه در شفاخانه استفاده بشه و وقتی که دستگاه های ونتیلیتور اصلی نبود از این دستگاه ها ما میتونیم استفاده کنیم. و بر علاوه این دستگاه 2 دستگاه دیگه هم که ما به خاطر کمک کردن در این شرایط کرونایی ساختیم، یکی دستگاهی می باشه که از لامپ های UVC و یا ماورای بنفش در استفاده شده تا برای ضد عفونی کردن و از بین بردن میکروب ها در مکان های سربسته مانند شفاخانه ها که بیشتر در معرض میکروب ها و ویروس ها و مخصوصا ویروس کرونا در این شرایط هست میتونه اونا رو پاکسازی کنه. و دستگاه بعدی هم دستگاهی می باشه که مواد ضد عفونی بر روی وسایل مثل وسایل دکترها که بیشتر با مریضا می باشه و با ویروس ها و با ویروس کرونا آغشته باشه میتونه از بین ببره ویروس ها. خانم زیایی اشاره کردید که کماکان بسیاری از کسانی که در رشته شما فعالیت میکنن مرد هستن، توصیه‌تون به زنانی که مایلن در این عرصه وارد بشن چیه؟ توصیه هستیم اینه که اعتماد به نفس داشته باشن و بر آرزوش پافشاری بکنن و خیلی راحت ناامید نشن، چون کسانی هستن که در راه بهش میگن شما نمیتونین و بوشه کنن و حتما روی پافشاری کنن و از و دور خودشون مشاورانی که دوستشون هستن و همراهشون هستن و جمع کنن که بتونن از اونها و خانم فاروقی، شما برای دخترانی که در ایران در افغانستان الان دارن صدای شما رو میشنون توصیه‌تون چیه؟ خب من باید بگم که در کشورهای مانند افغانستان که بسیار سخت میباشه برای دختران، امیدوارم که هم به ما هم به تمام دختران خود تکنولوژی، فناوری و ساینس همگی باید اینا دسترسی داشته باشن تا بتونن باعث پیشرفت کشور خود بشن و همچنین هر وقت که هدف دارن همیشه
هدف خود رو تعیین کنن و هر شکستی که میخورن مقدمه برای پیروزی از اونا میباشه و مطمئنا میتونن پیروز بشن. متشکرم از هر دوی شما، سمیه فاروقی و مریم زیایی، از جمله زنان تاثیرگذار این روزهای ما. کارکنان بخش بهداشت و درمان در ایران نزدیک به یک سال است که در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری کرونا هستند. معلمان و کادر آموزش هم از زمان بازگشایی مدارس در خطر بیشتری قرار گرفتند. این گزارش به زنان شاغل در کادر درمان و نظام آموزشی ایران اختصاص دارد که قربانی کرونا شدند، با این توضیح که فقط به تعدادی از آنها اشاره شده. از صبح 100 نفر جلو من جون دادم. ما داریم دونه دونه مریض میشیم، دونه دونه داریم از پا میافتیم، خسته میشیم، پا درد سر درد. خواهش میکنم. هر روز زنگ میزنم میگم مامان دلم برات تنگ شده. بعد بچه 4 ساله از کرونا ذهنیتی نداره، فقط میگه که خدا کنه کرونا. وقتی که پرسونل جانشون رو کف دستشون میذارن، حضور دارن، پس امکانات باید باش. فلسطین همه درگیر هستن، یه نیرو جانشین هم پیدا نشد دیگه، مجبوریم که بیاییم. امروز بزرگترین رویداد فرهنگی کشور اتفاق میفتد، رویدادی با 15 میلیون دانش آموز، 1 میلیون آموزگار، معلم، دبیر، هنرمند. تک تکشون گرامی، متاسفانه فرصت نشد که از همشون نام ببریم. اندلیب اکبری، ستاره نوظهور در هنر موسیقی افغانستانه که این اواخر به بابا بازخوانی آهنگ ساقیا مرا دریاب از احمد ظاهر نامش بر سر زبون ها افتاده. اندلیب میگه 7 سال پیش پس از اون که شورشیان پدرش رو در افغانستان کشتند، خانواده او به کانادا مهاجرت کرد. او این آهنگ فرهاد دریا، هنرمند معروف افغانستان، رو برای برنامه 100 زن بی بی سی فارسی اجرا کرد. هر جا که سفر کرد تو هم سفرم و از هم طرفی رفتم تو را از هم طرفی رفتم تو را تو بالو پرم
اندلیب اکبری بود. اضافه بکنم که همه زنان لازم نیست که مهندس باشند و پزشک باشند برای اینکه تاثیرگذار باشند. تک تک مادران، میلیون ها مادری که در ماه‌های گذشته در خانه به بچه‌هاشون آموزش دادند و فداکارانه ازشون نگهداری کردند، هم بیشک جزو زنان تاثیرگذار ما هستند. به پایین 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.